همکارم کوروش اصحتی در استودیو همراه ماست. کوروش، دانشجو از روز اول بیرون اومدن، تو دانشگاه ها تجمع کردن، همچنان هم رها نکردن این اعتراضات رو. چطور میبینین اعتراضاتی که الان دامنه دار شده، حتی دانشگاه کوچیک هم پیوستن به دانشگاه بزرگ؟ شرار بی تردید قیام اخیر دانشجویان در ایران قیامی است که کم نظیر در تاریخ جنبش دانشجوی ایران، چه قبل و چه بعد از انقلاب، همونطور که خودت اشاره کردی از روز اول ادامه داشته و یه ویژگی خاصی هم که همزمان با فعالیت های جنبش دانشجو دیدیم، اضافه شدن جنبش دانشجو آموزی بود که واقعا این قیام رو منحصر به فرد کرد در تاریخ ایران. اما جنبش دانشجویی که الان علیه حکومت شکل گرفته در دانشگاه ایران، سه ویژگی منحصر به فرد داره که قبلا این رو ندیده بودیم. یکی گستردگی جغرافیایی هست. الان در بیش از 100 دانشگاه ایران اعتراضات دانشجوی ضد حکومتی شکل گرفته و همین امر هم باعث شده که ماشین سرکوب حکومت نتونه همه این دانشگاه رو سرکوب بکنه، به خاطر اینکه انقدر دانشگاه پراکندگی جغرافیایی دارن از لحاظ اعتراضات. و یک نکته دیگه‌ش هم در همین مورد، دانشگاه‌های آزاد هستن که حکومت یک مدتی فکر می‌کرد این دانشگاه رو ایجاد می‌کنه، یک حیات خلوتی براش میشه و هیچ اعتراضی صورت نمی‌گیره. الان می‌بینیم که این دانشجوها و شهرهای کوچیک، دانشگاه‌های شهرهای کوچیک چه نقش بزرگی در این اعتراضات دارن. دوم هم همون نکته‌ای که خودت هم اشاره کردی، تداوم دقیقاً الان بیش از 40 روزه که همه دانشگاه‌های معترض همزمان با اعتراضات خیابونی فعال بودن و شعار سر میدن. و ویژگی سومش هم رادیکال بودنه، یعنی از روز اول ما دیدیم شعارهای علیه علی خامنه ای جمهوری اسلامی سر داده شد، شعارهای صنفی دیده نشد، شعارهای سیاسی کاملا ضد حکومتی بود. و نکته جالبی از شعارهای امروز هم من دیدم، جدا از این که بهش اشاره بکنم، تشبیه حمله به شاه چراغ با سینما رکس آبادان بود. نکته جالبی بود که دانشجو میگفتن شاه چراغ رکس دیگه است، اینم یه نیرنگ دیگه است. و این نقشه ها تکراری داعش خود سپاهیه که نشون دادن چجوری این دو برهه از زمان رو در به هم وز کردن و نشون دادن که حکومت چطور میتونه سوء استفاده کنه از همچین بحران سازی هایی. کوروش، این صحبتات داریم، تصاویر زنده هم میبینیم از زنجیره انسانی که امروز فراخوان داده بودن، فکر میکنم شهر پاریس هست، در طول برنامه هم به شهرهای مختلف دیگه میریم. اما اشاره کردی به شعارها، به تداوم این اعتراضات، به گستردگیش. حالا چقدر مهمه این تداوم و این گستردگی اعتراضات در کنار خیزش سراسری؟ چقدر مهمه که دانشجو همچنان بمونن در میدان؟ خب دانشجوها موتور محرک این جنبش بودن، یعنی از همون روز اول همونطوری که اشاره کردم بخشی از این خیزش سراسری بودن و خواستای صنفی، درسته در برخی موارد به طور مشخص در برخی از دانشگاه‌های تهران دیدیم که به تفکیک جنسیتی هم اعتراض داشتن، اما همون هم در راستای یک شعارهای کلیتری بود که حکومت جمهوری اسلامی رو مانع و عامل این برخوردها میدونستن و خواستار سرنگونیش بودن. یعنی تا وقتی که این خیزش سراسری ادامه داره، این موتور محرک دانشگاه همچنان کمک میکنه. من دیدم بعضی از وابستگان به حکومت از هر دو جناح پالسایی صادر میکنن که دانشگاه رو تعطیل کنن یا بخوان فعالیت های دانشجویی رو در واقع تعطیل بکنن این حرکت ها رو. اما نشون داده شده حتی اگر دانشگاه تعطیل بشه، این دهه 80 این دانشجو به خیزش سراسری در خیابون ها خواهند پیوست و نمیشه در این مرحله این حرکت رو متوقفش کرد. ممنون از توضیحات. تصاویر زنده از لندن هم میدیدیم بعد از پاریس. کوروش صحتی همکارم اینجا در استودیو همراه.